سلام دوستان گرامی فردین نوری هستم یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پرندگان در آلمان امروز خواستم برای شما ایزان طریقه خانپوری فرم او اتقای و یا اون تحالت جاب سنتر را که به فارسی دری معنای آن زمیمه سیوم فرم درخواستی جاب سنتر که در رابطه به مصارف زندگی می باشد فرم زمیمه دوم درخواست اصلی جاب سنتر می باشم توضیح دهم. این فرم را زمان یک شخص خانه پوری می که سنش از 25 سال کمتر باشد و یا یک طفل و یا یک نوجوانی در خانواده داشته باشد که سنش از 25 سال پایین تر باشد به نمایندگی از این نوجوان و یا طفل میتواند که مادرش و یا پدرش که با یک جا زندگی میکند او را خانه پوری کند و یا امو رفیقیش که با یک جا با زندگی میکنه میتونه این فرم را به نمایندگیش خانه پوری کنه و یا خودش هم میتواند که این فرم خانه پری کنه قابل یادآوری است که این فرم تفاوتش با فرم او افیه که بعدا در ویدیوی بعدی برای شما در رابطه به او توضیح میده هم ای است که فرم او اتخی به اشخاص است که سنشان از 25 سال کمتر باشد و در مکتب و یا ausbildung شامل نباشند ولی او افیه که در برنامه بعدی او را برای شما تشریح میکنم در رابطه با او با اشخاص هست که سنشان 25 سال کمتر باشه و در مکتب و یا بیلونگ شامل باشند حال میپدازیم به طریقه خانپوری این فرم چنانچه در تصویر میبینید به طرف دست چپ این فرم ای بخش مربوط خود شما میشه که شما باید ایره خانه پوری کنید و قسمت دست راستش ای بخش مربوط کارمندان جاب سنتر میشه که اونا باید نظریات خود در ای بخش نوشته کنند البته تا اخیر این فرم انلاگه سو فستشتلونگ فن Unterhaltsansprüchen von فن کندن او در oder des او در دس Partnerin در یعنی زمینه فرم درخواستی جاب سنتر که از طریقان می توان این را تثبیت کرد که آیا اطفال و یا نوجوانان و یا درخواستهنده و یا رفیقه امی نوجوانان و یا که سنشان از 25 سال کمتر تر می باشد و پدر و یا مادرش و یا اردویشان با این طفل و نوجوان یک جا در خانواده زندگی نمی کند آیا این نوجوان و یا طفل در مقابل پدر و مادر خود و یا در مقابل یکی از آنها که با وی یک جا زندگی نمی کند مستحق به دست آوردن مصارف زندگیش می باشد و یا خیر و یا این که آیا این طفل و یا این نوجوان از پدر و مادر و یا از یکی از آنها مصارف زندگیش را به دست می آورد و یا خیر این فرم را انلگ و یا زمیمه به خاطر میگویند که این فرم زمیمه فرم درخواست اصلی جاب سنتر می باشه که ما طریقه خانه پوری فرم اصلی جاب سنتر و یا آپتنت اگر در ویدیو قبلی برای شما ایستم تشریح کردم در این قسمت چنانچه می بینید که نوشتند که خواهی بت بیت آن ان یعنی لطفاً چیزایی که مربوط به شما می شود و یا چیزایی که در قسمت شما درست می باشد با علامه چلیپا نشانی کنید و در این قسمت نوشتن که غیشن زی بته گرونز استلیش کین اوریگنال بلیگه زونن این یعنی لطفا کپی مدارکتانه بفرستید نه اصلیشه اصل مدارکتانه شما به جاب سنتر نفرستید

Diegärde, die Järg-Ge-Marbut-Ba, Idar-Gosmese-Ad, Schmommet-Ad, Tacht-T, website tg wwwjobcenterdigital Darin Dariobit. Baden, der in Informationsmaterial, weitere Informationen finden Sie zu der jeweiligen Nummer in den Ausfüllhinweisen unter www.arbeitsagentur.de, hinweisen sgb 2 یعنی شما اگر روی این لینک بروید شما یک برگه معلوماتی ما را خواهید یافت که شما را در قسمت خانه پوری این فرم همکاری خواهد کرد البته که این برگه معلوماتی که به نام AUSFUL HINWEISEN نامیده میشه و مک بلد 2 swy دوی از این شما از جاب سنتر با این فرم یک جا به دست میارین و در هاوس فیل که هسته بعض شماره ها همچنان یادآوری شده که مطابق به اون شماره که در اوجه هسته معلومات در رابطه به هر شماره داده شده که به طور مثال اگر شما روی شماره در قسمت میدیم در صفحه دوم شماره پینجا هم در هاوس فیل و یا همی برگه معلوماتی در رابطه به خانه پوری ای فرم بروید در اوجه شما در رابطه با فاتشافس شفز در خواهید یافت که به چی منظور ای شفز انهیکنونگ در زمینه فرم درخواستی جابسنتر ذکر شده و ای به چی معناه میباشه خب در این قسمت ای فرم درخواستی فقط معلومات در رابطه با حفاظت معلومات شخصی شما و محفوظ بودن معلومات شخصی شما در جابسنتر میباشد در بخش اول گفته شده که persönliche Daten der Antragstellerin oder des Antragstellers, yani Malumot Schachsie der Kostehinder. Familienname, yani Vorname, yani Geburtsdatum, yani Tariq Tawallot. Geschlecht, yani war در صورتی که مرد باشه مینلیش و یا مختصرش ام نوشته میکنید در صورتی که خانم باشه ویبلیش و یا مختصر وی نوشته میکنید نومده دیاب دفت که من شفت یعنی شماره خانوادگیتان که این شماره معمولا در بیشید جاب سنتر شما و یا در نامه جاب سنتر شما که در رابطه به کل جاب سنتر از جاب سنتر به دست می آورید این شماره در قسمت بالایی نامه در دست راست نوشته می شده باشه البته که در نامه جاب سنتر معمولا مختصری نومده به دست که من شفت نوشته می باشه که بگی نومه نوشته می باشه در اون نامه باز بعدا گفته شده که فلس فور هندن یعنی در صورتی که داشته باشه او شماره را بده فیولن سی فیو یدس کند ید انتراک استلند پرسون او در یدن پارتنر د انتراک استلرن او در دس انتراک استلرز یوایلز این ایگن انلاگ او ا 3 اوس یعنی لطفا برای هر طفل و یا هر نوجوان که در خانواده با شما زندگی میکنه و عمرش از 25 سال کمتر میباشه ای فرم او حد را یک بار خانه پوری کنید البته که در صورتی که شرایطی را که ما در بالا برایتان ذکر کردم ای نوجوان و یا طفل داشته باشند در اون صورت خودش میتونه ای فرم خانه پری کنه و یا هم همو رفیقیش و یا با کسی که در خانواده یک جا زندگی میکنه در بخش دوم گفته شده که پزون لیش دهتن ده اون پزون یعنی معلومات شخصی شخصی که مستحق به دست آوردن مصارف زندگیش می باشد. فامیلیان نام یعنی تخلص در صورتی که خودش ای فرم خانه پوری کنه من حیث درخواست دهنده میتونه که نام خود دوباره نوشته کنه کسی که نام خود در بالا نوشته کرده بود دوباره ایجا نوشته کنه در صورتی که به نمایندگیش کسی دیگر خانه پوری میکنه این فرم پس در بالا مشخصات شخصی که درخواست میده او نوشته میشه مشخصاتش و در این بخش اسم و مشخصات امی طفل و یا نوجوانه که از 25 سال عمرش کمتر تر می باشن یعنی اسم و یا نام گیبورستاتوم یعنی تاریخ تولد گشلشت یعنی جنس در صورتی که بچه باشه مینلیش و یا ام نوشته میکنید

یعنی در صورت نیاز با پدر و مادر امی طفل و یا نوجوان که سنش از 25 سال کمتر می باشه از طرف جاب تماس گرفته می شه. انگابن سوم التنتایل یعنی مشخصات یکی از والدین امی طفل و یا نوجوان. فامیلی نام یعنی تخلص فور نام یعنی نام و یا اسم گیبورت نامه یعنی نام تولدی در صورتی که یک شخص قبل از ازدواج یک نام دیگر داشته باشه به طور مثال و بعد از ازدواج نامش تغییر کنه و یا تخلصش تغییر کنه همون نام تولدیش که قبل از ازدواج بوده دیگر قسمت نوشته میشه سو so, فن یعنی در صورتی که با تخلصش و یا با نامش یک چیز نباشه و دیگه چیز باشد در یک قسمت نوشته میکننش گیبورس یعنی تاریخ تولد گشلشت یعنی جنس لیتست بیکنت عدقصه یعنی آخرین آدرس را که شما در رابطه به او میدانید که در او جای او شخص زندگی میکنه اشتخاص هاوس یعنی نام سرکش و شماره خانه شه به قسمت نوشته میکنید که گیبن bei هفت یعنی در صورتی که یک اتاق در یک خانه شخص دیگر گرفته باشه و در پست بکسش نام او شخص نوشته باشه نام خودش نوشته نباشه میتونید که نام او شخص در قسمت نوشته کنید و یا به طور مثال یک شخص در خانه که زندگی میکنه و صاحب خانه نامش در پست بکسش نوشته می باشه و نام این شخص نوشته, نوشته نمی باشه پس نام صاحب خانه رو در قسمت نوشته میکنید پست لایت سال یعنی کود پستی بون یعنی محل قامت و یا ما شهر نام شهرشان رو در قسمت نوشته میکنید لند یعنی کشور در صورت که در آلمان از بتر مثال دایچ لند میکنید و یا کدام کشور دیگه نام هم کشور رو در قسمت می نویسه. انگابن تم اندقن یعنی مشخصات والد دیگر همی نوجوان و یا طفل پس در صورتی که مشخصات پدر همی طفل و یا نوجوان را در بالا نوشته کرده باشید مشخصات مادرش را در اینجا منویسید و یا هم برعکس در صورتی که از مادرش را در بالا نوشته کرده باشید از پدرش را در پایین نوشته می در بخش چهارم گفته شده که weitere Angaben zu der unterhaltsberechtigten Person, یعنی معلومات بیشتر در رابطه با شخصی که مستحق به دست آوردن مصارف زندگیش میباشد. Die Eltern waren zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet. یعنی والدین امید تفل و یا نوجوان قبل از به دنیا آمدنش آرسی کرده بودند. در صورتی که چونین بوده باشه، یک قسمت با علامه چریفا نشانی میکنید دی التن واغن سوم سایت پونک در ها گی بورد نیشت فرقی یعنی والدین امی طفل و نوجوان قبل از به دنیا آمدن ای طفل و یا نوجوان عروسی نکرده بودند. در صورت که چنین باشه، ای قسمت ها با چلیپا نشانی میکنید. دی فردش ورد ام هم زونز یعنی پدر بودن همی طفل و جوانه یک شخص در این تاریخ تایید کرده که امو پدرش است در صورتی که کدام شخص را قبول کرده باشه و یا تایید کرده باشه که پدرش می باشه امو تاریخ تاییدی شده ای قسمت می نویسید و ای قسمت هم با علامه چلیپا نشانی می کند دی فاتا زونزو فست festgestellt. یعنی از طرف یک محکمه و یا دادگاه ای تایید شده که یک شخص مشخص پدر همی نوجوان و طفل است پس دمو تاریخ که ای مشخص شده باشه از طرف محکمه تاریخ شده ای قسمت می و این قسمت هم با علامه چلیپا نشانی می کنید اس این یعنی فعلا روند تثبیت پدر بودن همی طفل و یا نوجوان در محکمه جیریان داره که ایره تثبیت نمایه که آیا, آیا کی است پدرش در صورتی که در جیریان باشه ای روند شما ای قسمت با علامه چلیپا نشانی میکنید سویشتین دیگه که خیشت یعنی محکمه و یا دادگاه مسئول همو محکمه و یا دادگاهی که ایره تثبیت می نمایه و بررسی میکنه که پدرش کی است؟ نام اون محکمه را در قسمت نوشته میکنید؟ سویش تندیگس یوگنت یعنی یوگنت مسئول و یا اداره رفای اطفال مسئول البته که اداره رفای اطفال و یا یوگنت که ایره تایید کرده که پدر طفل و یا همین نوجوان کی می باشه؟ نام امو یوگن شما در این قسمت می نویسید. بیتی لیگن زی انشپکشن در نخویزه سن بایشپیل فاترشافت انرکننگ مت سوی در موتا بشلوس فور. یعنی لطفا مدارک مربوطه شد به ما بفرستید. به طور مثال همان تحییدی را که از طرف پدر تفل و یا نوجوان صورت گرفته و مادرش هم او را تایید کرده که همین واقعاً پدر طفل و یا نوجوان هست و یا هم تصمیم محکمه را در رابطه که البته محکمه خانوادگی و یا فامیلی را که در رابطه تصمیم گرفته که واقعا همی پدر طفل و یا همی نوجوان می باشن. البته کاپی یکی از اینها را شما به جاب سنتر میفرستید در بخش پنجم گفته شده که اون یعنی مصارف زندگی lebt die unterhaltsberechtigte Person regelmäßig wechselseitig in den Aushalten beider Elternteile yani, <laughs> diese frage ist nur für unterhaltsberechtigte person unter 18 jahren so beantworten. یعنی این سوال تنها به اشخاصی که مستحق به دست آوردن مصارف زندگیشان می باشند و عمرشان از 18 سال پایین تر می باشه بابا پاسخ بدهید. در صورت که از 18 سال عمرشان زیادتر باشه یک قسمت از شما خانه پوری نمی پس. نین یعنی نخیر یا یعنی بله. پس در صورتی که سن ای اطفال پایین تر از 18 سال باشه و در نزد پدر و مادر خود به نوبت زندگی کنه یا و یا بلی را انتخاب میکنه در صورت چنین نباشه نه نه انتخاب میکنید بیتی فیوگین زی انشپخشند نخویزه سون شخفتی شفه این باونگ بایده التن تایل باید. یعنی لطفاً با ای فرم خانه پوری شده مدارک اش را به ما بفرستید. به طور مثال یک موافقت نامی را که بین پدر و مادر صورت گرفته شده باشه که در بینشان ای ساعت و یا روزها را تقسیمات کرده باشند که کدام روزها پسر و یا دخترشان نزد کدامشان می باشن. ویلد اون تحالت گسلت او در دوش زخلای سنگن او در زون دوش تشنگلت اربقخت یعنی آیا مصارف ایتفل از طریق پول نقد یا بعضی اشیا و وسایل پرداخت میشه و از کدام طریق دیگری به طور مثال جیب خدچی داده میشه و غیره ناین یعنی نخیر در صورتی که پرداخت نمیشه یک قسمت بالا مای چلیپا نشانی میکنید یا این هوی زولزو ایکو یعنی بالای انقدر یورو اندازه پول که برایش پرداخت میشه آدم یک قسمت نوشتم میکنید و یک قسمت هم بالا میاد چریبان شنی میکنید. بته فیگنزی актуальн ناخواهیه، زم با اسپیل کانتو افزیج کتونگن یا با بستیگونگن و تاشنگل تالونگن باي یعنی با این فرم خانه خانپری شده. مدارک مربوطه شب به ما بفرستید. به طور مثال کاپی کانتو افسوک و یا صورت حساب تانه رسیده های چیزهای خریداری شده را و یا های پرداخت های جیب خرچی های امید و یا نوجوانه. بشتید این شقفت دیشه و این بغونگ اوبدین بدین یعنی آیا در رابطه به پرداخت مصارف زندگی امید تفل و یا نوجوان کدام موافقت به طور نوشتاری وجود داره نین یعنی نخیر در صورتی که چنین یک موافقت موجود نباشه این قسمت با علامه چلی با نشانی میگونید یا این هو فون زونز و یعنی بله اینقدر یورو اما اندازه پول را که بالایش موافقت صورت گرفته که به این نوجوان تفل با یا طفل پرداخته شود به مصارفش. یک قسمت نوشته میکنه و یک قسمت هم با علامه چریپا نشانی میکنه. بیتی <تصفح> فیوگین سی دس اورتایل دن گریشتلیشن فرگلیش دن بشلوس دی نوتریل اوکنده دی اوکنده دس یوگنتامتس او دی اوز گریشتلیشن اون در حالت و این بارونگ این یعنی لطفا با ای فرم خانه پروشیده تصمیم و یا فیصله محکمه در رابطه به مسارف ای اطفال و یا یک تاییدی را که از طرف یوگنتمت و یا اداره رفای اطفال وجود داشته باشه و یا خارج از محکمه در صورت که کدام توافق نامه در رابطه با پرداخت مصارف زندگی ای طفل و یا نوجوان وجود داشته باشه به ما یک کاپیشه بفرستید. و <applause> در آنتا هاتس فور دس یوگنتامتس Vollendung des 18. Lebensjahres gezahlt. Yani, Jane, euer Pule Masarefe ami Teflike, umrasch als Achdassol Poin Taras, Astarefe Edore Refeuert voll, wajo Jugendamt, er baraja Spardochta Mesha, wajo Heir. Der Unterhaltsvorschuss wird laufend gezahlt. Jane, yani, ami Unterhaltsvorschuss, wajo ami Pule Masarefe sindeje Tefle Astarefe Edore Jugendamt. به طور متداوم پرداخته میشه در صورتی که پرداخته میشه شما این قسمت با علامه نشانی میکنید در اون تحت ورد به یعنی امی اون تحت فرشوز برش درخواست داده شده در صورتی که شما با او درخواست داده باشید این قسمت با علامه چلیپا نشانی میکنید در اون تحت فرشوز ورده اینگشتلت او یعنی اون تحت فرشوز و یا همی پول مصارف زندگی که از طرف یوگن تمت پرداخته میشه uh, توقف داده شده دا و یا رد شده به دلیل این که دلیلش در صورت که رد شده باشه و یا توقف داده دا شده باشه شما دلیلش شده این قسمت نوشته میکنید و این قسمت هم با علامه چلیپا نشانی میکنید بیتی فیوگنزی انشپخشن در نخبایزه بیشاید دست یوگن Antrag اون یعنی لطفاً با ای فرم خانه پریشیده مدارک مربوطه اش را به ما بفرستید. یعنی تصمیم اداره یوگنتمت و یا اداره رفای اطفاله که مطابق به او چقدر پول ماهانه به ای طفل پرداخت میشه و یا هم درخواست که شما نوشته اید به ای اداره در رابطه به ای پول یک کپی شو ما بفرستید. بشتید اکچویل این فرتقیتونگ این این لفندن انتحاس فرفاقم یعنی فعلا و یا اکنون کدام نماینده شما دارید که در محکمه و یا دادگاه به نمایندگی شما برای دریافت مصارف طفل شما با جانب مقابل و یا پدر طفل ادعا کنه مقصد از نماینده امان وکیل می باشه و یا شخصی که از طریق یوگنتمت و یا اداره رفای طفل نماینده می شه و خاطر حقوق طفل شما از او دفاع می کنه و در مقابل پدرش پدر تفل ادعا می کنه که باید مسارفش بپردازن 9. یعنی نخیر در صورتی که تونین یک نماینده نداشته باشید ای قسمت با علامه چلیپا نشانی میکنید یا دوش یعنی بله از یکی از طریقه های زیر در صورت که نماینده داشته باشید ای قسمت با علامه چلیپا نشانی میکنید در سویش تین دیگه یوگنتمت شفت، یعنی اداره یوگنتمت مسئول و یا اداره رفای اطفال مسئول از طریق بایشتن شفت. بایشتنشفت یعنی این که در صورت که شما وکیل نداشته باشید و یا پول پرداخت وکیل نداشته باشید و شما بخواید که از طریق یک نماینده یوگنت همت از حقوق شما و طفلتان دفاع کنه شما میتونید که ای بایشتنشفت و یا این نماینده یوگنت همت تعیین کنین براتان که از شما نمایندگی کنه و از حقوق خود و اطفالتان و یا هم طفلتان دفاع کنه در صورت که تو یک نماینده داشته باشید از طریق یوگن تم و اداره رفای اطفال شما این قسمت با عالم چلیپا نشانی میکنید این قیس انوالتن، این یعنی از طریق یک وکیل در صورت که وکیل داشته باشید که کار پیش ببره در محکمه و دادگاه شما این قسمت ها. با علامه چلیپا نشانی میکنید عین بیت قایقن او ده عین بیت قایه یعنی یک سرپرست در صورتی که کلام سرپرستی داشته باشه که برای شما این کار پیش ببره شما میتونید این قسمت با علامه چلیپا نشانی کنید عین زونستیگه گشتله یعنی یک دفتر و یا کدام اداره دیگر در صورت که کدام اداره و یک کدام دفتر دیگری از شما نمایندگی کنه شما این قسمت با آرامه چریپا نشانی می نام و انشخفت در و در یعنی نام و آدرس نماینده شما نام و آدرس شما در قسمت می نویسید در بخش ششم گفته شده که Schul oder Berufsausbildung der unterhaltsberechtigten Person. Janne yani, äh, Magta, bei Ausbildung, bei der Koromusee, Schachsecke, Mustache, Badastor, Dane, Massarfe, Zendergie, Befindet sich die unterhaltsberechtigte Person in einer Schul oder Berufsausbildung? Janne, yani, Ojo, Ami, Schachsecke. مستقی به دست آوردن مصارف زندگیش می باشد در مکتب و یا از شامل می باشد ناین یعنی نخیر در صورتی که نباشه این قسمت با علامه چلیپا نشانی می کنید یا یعنی بله در صورتی که در از و یا در مکتب باشه شما این قسمت با علامه چلیپا نشانی می کنید شول هاوس بیلدونگ بیگوف خدا اشتودین شول یعنی مکتب در صورت که مکتب باشه نام مکتب ایجا نوشته میکنید بیقوف یعنی کار را که در کارآموزی و یا هاوس ام میاموزه اما کارش را ایجا نوشته میکنید فخ یعنی رشته تحصیلی در صورت که در تحصیل باشه در جریان تحصیل باشه رشته تحصیلی شده ایجا نوشته میکنید دی اون تحصیل بقیشتی voraussichtlich am so und so eine berufliche Ausbildung oder ein Studium beginnen. یعنی شخصی که مستحق به دست آوردن مصارف زندگیش می باشد در آینده در این تاریخ یک اوسبیلدونگ و یا تحصیل را آغاز میکند. کند در صورتی که چنین باشد در یک تاریخ مشخص اوسبیلدونگ و یا کارموزی و یا تحصیل را آغاز کنم اون تاریخش ای قسمت می و این قسمت هم با علامه چریپا نشانی می گنید. در بخش هفتم گفته شده که زونس است. یعنی کدام چیز دیگره. اگر شما کدام گفتنی دیگری داشته باشید شما می توانید در این قسمت آن را بنویسید. ایش بشتی دستی انگابن قشتی یعنی من به این ترتیب تایید می که معلومات را که در این فرم ارائه کرده درست هستند. اورد یعنی شهر و یا محل قامت شما نام شهرتان رو می نویسید که در او زندگی می کنید. داتوم یعنی تاریخ همون تاریخ را می نویسید که شما ای فرم خانه پوری کرده و تسلیم می کنید. انتشخفت انتخکشتلغن او انتخکش یعنی در یعنی امضای درخواست دهنده شما در در این من حیثی درخواست می میتونید در پایین در این قسمت امضا کنید با مند دی یگین اون تشخیف ده او دست دس فرت او فرت یعنی در صورتی که شما من درخواست دهنده زیر سن قانونی باشید والدینتان باید اینجا امضا کنه پدر و یا مادرتان و یا ای که امو سرپرست قانونیتان و این بخش اخیرش هم مربوط کارمندای های جاب سنتر میشه که اونا باز بعدا خودشان قسمت خانه پوری میکنن بله دوستان گرامی سپاس از این که تا اکنون مرا همراهی کردید برای دانستن همچون موضوعات جالب دیگر در رابطه به مهاجرت و پناهندگی در آلمان حقوق و وجایب مهاجرین و پناهندگان در آلمان و فراگیری زبان آلمانی و غیره میتوانید این کانال هاگاهی خودتان را سابسکرایب و دنبال کنید و اگر سوالی و یا نظری در مورد موضوع امروزی داشته باشید می توانید آن را در پایین همین ویدیو با من شریک سازید وقت خوشی داشته باشید